بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندقاني معزز مكرمي شبكي جهاني حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمت شما عزیزان هستم در قسمت هفتاد و برنامه احکام فقهی در پرتوی حدیث نبوی در دو قسمت گذشته این برنامه شروع کرده بدیم در, در بیان احکام باب نمازهای جماعت و احکام امامت و که یکی از ابواب نماز است و در دو قسمت گذشته در مورد آه فضائل نماز جماعت وبرتريهاي برتری های نماز جماعت همچنین فوائد و ثمرات نماز جماعت و بعد از در مورد حکم نماز جماعت که چه حکم دارد فرض و واجب است و اینکه سنت است این احکام در دو قسمت در روشنایی احادیث رسول اکرم صلى الله عليه وسلم خدمت شما عرض کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه قسمتی گذاشته در دو موضوعی از موضوعات باب نماز جماعت و امامت خواهد بود که او موضوع متابعت امام است که مقتدی در نماز در نماز جماعت باید متابعت امام را بکند و متابعت امام یک امری واجبی هست و همچنین در مورد برابر کردن صفها <كي> از جمله واجبات نماز جماعت این است که صفها باید برابر بوده باشد و خلایا در مابین صفها و در ما بین مردمهای ک در صف استاد هستن باید نباشد و این حکم را انشاالله در این قسمت در روشنهای احادیث رسول اکرم صلى الله عله وسلم خدمت شما بیان خواهم کرد در مورد انکه مطابعت امام بر مموم واجب هست حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر میکنند با متابعت امام که باید معموم و همیشه در نماز فرضی مطابع امام بوده باشد و قبل از امام فعلی از افعال نماز را انجام ندهد لذا به اتفاق علمای مذاهب اربعه متابعه امام یا پیروی از امام واجب است و شخصی اگر قبل از امام فعلی از افعال نماز را انجام داد در این صورت ترک واجب کرده و این شخص گناهگار می شود و در احادیث متعددی به این امر از رسول ارمصالهلوسلم امر آمده از جمله حدیث ابوهریره ره که امام ابودادرا روایت مکند و همنین بعض الفاظ ازاو از در صحیحینهم مدرصحیبخار دصحیح مسلمک رسولام هوفرمود انما جل الایمام لیؤتمه به امام بهخاطر ازی شتانده شده ک آ... دگه مردم که د پشت تر از او استاد هستن به او اقتدا کنند هر, هر کاری که امام میکنه باید اونها هم انجام بدهن به این معنا که امام مطبوع هست و مقتدی ها تابع هستند و مطبوع و تابع هیچ وقت از مطبوع پیش نمیشود یا هیچ کاری را نه قبل از مطبوع میکند و نه برابر با مطبوع میکند بلکه در اثر مطبوع یعنی پشت سر مطبوع کار را انجام میدهند به این معنا مقتدی برش جواز نداره که کاری را قبل از امام انجام بدهد یا فعلی از افعال نماز را قبل از امام انجام بدهد و حتی برابر با امام انجام بدهد بلکه بعد از امام اول باید امام مثلا تکبیر میگد باید بعد از او این تکبیر بگید امام بر رکوع می رود بعد از که امام بر رکوع باید این بر رکوع برود و همچنین امام به سجده می بعد از او بعد از او باید این به سجده برود اگر فعلی از افعال این این, این نماز را معموم یا متبوع یا تابع قبل زمطبا قبلاز امام انجام داد به ای منا ک او ترکی واجب کرده و با اتفاق علما این شخص نهار مشود فا فرمود فاذا فا بر فبروا فا و اذا رک فو مادام ک امام بهخاطر از ی گشتانده شده ک به او اقتدا شود تکبیر نو تا ک امام تکبیر بو وقت اتکبیر گفت شما هم تبیر بودوقت اماموع شما هم ولا تركعوا حتى يركع تاك امام ركونا مكنت شما بركوع نرويت واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وقتك امام سمع الله لمن حمده قفت يا ركوع بلند مشود شما ربنا ولك الحمد بگوید وين حمد الله آه امام آه سمع الله لمن حمده میگه و مقتدی ربنا ولك الحمد میگویند و مقتدی در بین هر دو جمع امام وقت سمع الله لمن حمدا گفت و ربنا ولك الحمد گفت با منفرد کسی که تنهای نماز و او در بین هر هم سمع الله لمن حمده مجد و هم ربنا ولك الحمد و در امام دیع علماء قولشان این است که هر دو را میگید هم سمی الله لمن حمیده میگید و هم ربنا ولك الحمد میگید چون در روایت هم از ابو هريرة روایت شده رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كان يجمع یجمع بینهما که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سلم در بین هر دو هنگامی بلند شدن از رکوع هم سمع الله لمن حمده میگفتن و هم ربنا ولك الحمد میگفتن اما مقتدی یا يا کسایی که از در پشت امام ایستاده هستن فقط ربنا ولك الحمد میگن و سمع الله لمن حمده را نمیگن بعض رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن و اذا سجد ولا تسجدوا حتى يسجد وقت امام سجده میکنه شما بعد زوب او سجده بروید و سجده نکنید امام سجده کنه قبل از امام سجده نکنید و صلى قائما فصلوا قياما وقتك که امام استادکای نماز میخواند شما هم استادکای نماز و اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وقتك که امام نشستم نماز میخواند روی عذری امام معذور است عذر دارد استاد شده نمیتاند شش تکایی نماز میخواند یا مریض است یا در کمرش در پایش تکلیفی دارد استاده نمیتاند شش تکایی نماز میخواند شما هم همه از پشت از او شش تکایی نماز بخوانید و این لفظی از حدیث که فصل و قعودا اجمعین محل خلاف است در بین علما عده علما به این حدیث عمل کردن و دلیل گرفتن این حدیث را و گفتن که در وقتی که امام روی عذر استاد نمیتوند من نشسته نماز میخواند باید در این صورت از مقتدیا هم حکم قیام ساقط میشود شود و اونا هم باید امرای امام نشسته نماز بخوانند و چون مخالفت امام درست نیست و اقتدا به امام واجب است لذا درست نیست که امام نشسته باشه و مقتدی ها استاده باشند وقتی که امام روی عذر نشسته نماز می در این صورت از مقتدی ها هم حکمی قیام ساقط می شود اونا هم باید امرا امام نشسته نماز بخوانند و این رای امام احمد و عده از علما است و عده از علما از جمله امام مالک و عده دیگر از علما گفتند که نماز کسی که استادکایی میتوند که نماز بخواند پشت شخص امام نشسته نمازش درست نیست و شخصی که قادر به قیام نیست نمیتوند که نماز بخواند استادکای نماز بخواند باید نماز ندهد شخصی در نماز پیش شود که قادر به قیام بوده باشد و اگر امام نتونست که استاداکایی نماز بخواند و نشسته نماز خواند او صورت مقتدی ها باید از پشت از او نماز نخوانند و شخصی را پیش کردن که بتواند که استادکایی نماز بخواند و گفتند که نماز خواندنی شخصی که قادر به قیام بوده باشد پشت شخصی که قادر به قیام نیست درست نیست چون قیام رکن از نماز است و در هیچ صورت بدون عذر ساقط نمیشود و این رای امام احمد مالک رحمت الله علیه و دیگری از علما است و امام شافعی رحمت الله علیه و علما گفتن که نمازی شخصی که قادر به قیام است پشت شخصی که قادر به قیام نیست شکای نماز میخواند، نماز درست است لیکن این شخصی که قادر به قیام است این درست نیست که بنشیند باید این نشسته نماز بخوانند به این معنا که اگر امام قادر به قیام نبود نشسته نماز خواند مقتدی از او باید نشسته نماز نخوانند باید اونها در پشت امام استاد شده نماز خود را بخوانند چون رسول اکرم صلی الله علیه و در آخرین عمر خود وقتی که در مرض موت آمدن به مسجد و نشسته نماز خواندن و حضرت ابوبکر رضی الله عنه در پهلوی از اونها استاد شد و اونها وقتی که رسول حضرت ابوبکر به پیغمبر صلی الله علیه و اقتدا کردن و دیگر مردم به حضرت ابوبکر اقتدا کردن و رسول, رسول حضرت ابوبکر وقتی که رسول تکبیر میگفت حضرت ابوبکر بلند تکبیر میگفتن که همه مردم بشنوند و در اینجا علما گفتن که چون آخری امر از رسول اکرم صلی الله علیه و این بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم, سلم نشسته نماز خواندن و صحابه کرام از پشتشان استادکایی نماز خواندن و این دلالت به این میکند که اگر کسی که امام وقتی که قادر به قیام نباشه نشسته نماز بخونه اشکالی نداره ولی کن مقتدای از او که قادر به قیام هستند درست نیست که نشسته نماز بخونن و از پشت امام استاد چون و همچنین احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث متعددی وعید آه دادن دا برای کسایی که آه آه مخالفت امام را میکنن و اقتدا به امام نمیکنن جمله حدیثی که امام مسلم از صحابه جلیل خادم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که فرمودند صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم آه يقرؤ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بمن ماس خاندن نماز جماعت را ما قضى الصلاه و أقبل علينا بوجهه وقتك السلام گشتاندند روی خود را طرف ما گشتاندند فقال وبعد زفر فرمودند ايها الناس اني امامكم اني فلا تسبقوني اي مردم من امام شما هستم بس از من سبقت نجويت در هیچ فعلی از افعال نماز هیچ نماز را قبل از من انجام ندهید فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ان ركوع قبل از من بکنید و نه سجده را و نه قیام را ولا بالانصراف و نه در وقت سلام گشتاندن یعنی هیچ فعلی از افعال نماز را قبل از ایمان که من هستم انجام ندهید بلکه متابعه کنید با من هر کاری که من کردم بعد از او شما او را انجام بدهید و این هم دلالت به این میکند که سبقت از امام حرام است و ناجایز است و متابعت امام و جيبست. وهمتين حدیث دیگری اه حديث متفقنا عليه از ابو هريرة رضي الله عنه روایت شده كي رسول صلى الله عليه وسلم وعيد شديد دادان برای کسایی مخالفة امام میکنند و وفرمودن كي اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار ايا يكي از شما كي سر را از ركو ايا از قبل از امام بالا میکند از این نمیترساز این حراث ندارد ک خدای متعال سر از او را مثل سری خر یا اولاغ بگرداند یعن کسی ک قبل از امام خود سری خود را از رکوع و یا از سجده بلند میکند باید از ای ترس داشته باشد ک خداوند متعال در نتیجه کاری از و اورسرزاورمبدلبه سریک خر بگرداند او یجعل الله سور سورت حمارین یا نک چهر و رو زاوسورتزاورا منن سورت خر بگرداند و این هم زجر و وعید شدید است و تهدید است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر کسایی که میخوان که از امام خود سبقت بجوین و کاری،, کاری یا فعلی از افعال نماز را قبل از امام خود انجام بدهد باید این شخص ها از این خوف داشته باشند که اگر خدای نخواسته این کار را عمدن یا قصدن بکنن خداوند متعال چهره از اونها را روی از اونها را سری از اونها را, سر اون را مبدل با صورتی یک خری بگرداند و احادیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعید دادن و بعد از دین یک بنا کوتاه خدمت شما این حدیث را عرض بیان خواهم کرد با ما باشید قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خیش شفاعت می کند زهراوین را یعنی بقره و آل امران را بخوانید زیرا که در روز قیامت همانند دو پار ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دست پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند سوره بقره را بخوانید زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام و ادب و احترام و مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم و معزز و مکرم و در احادیث دیگری قسمی که گفتم احادیث متعددی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و امر کردن به اقتدا به امام که مأمومین همیشه اقتدا به امام کنن و عیش فعلی از افعال نماز را قبل از امام انجام ندهند و در احادیث دیگری هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تهدید و زجر کردند برای کسایی که از امام خود سبقت می و فعلی از فعل نماز را قبل از امام انجام می و از جمله این حدیث حدیثی است که ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می‌کند و حدیث هم در صحیح مسلم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرم... که ایشان فرمود است ابو سعید خدری ان نبی صلی الله علیه و سلم را فی تاخرا فقال

تقدموا فاتمو ب به اصحاب خبه یارانخ رسولارم ص هوفرمود شما م لو استاد ی استاد شون ف اتمو ب و به من اقتدا ن چون من امام هستم به من اقتدا کنید و هی فعل از افعال نماز را قبل از من وا بعد از من انجام ندهد و هر کاری که من میکنم همون کار را در نماز شما بکند و این هم دلالت مین به وجوب مطابعت امام و بعد از او فرمودن که تم بیکم من بعدکم و کسی که بعد از شما هست صدای من را نمیشنود او به شما اقتدا کند شما که در صف اول دو و دوم سورت ما من نزدیک هستین شما به من اقتدا کنید و کسایی که صدای من را نمیشنود در صفحه های متأخر هستند آنها به شما اقتدا کنند و این هم دلالت به این میکند که کسی که در متأخر در در های متأخر است و صدای امام را نمیشنود جواز دارد که به کسی که جلو یا زو صفهایی که در جلو هستند به اونها اقدام کنند و هر کاری که صفهای تقدیم انجام میدهن اینا هم انجام بدهند و در ادامه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله کسایی هستند که همیشه در کارهای خیر در کارهای ثواب تأخر را اختیار میکنند خود را پس میزنند سبقت نمی تا اینکه خداوند متعال آنها را در مأخیره یا در زمره کسای حساب میکنه که همیشه متأخر و در عقب هستند و در جمله کسای حساب نمیشون که همیشه در کارهای خیر سبقت می و در صفهای اول و در مقدمه قرار میگیرن و همچنین در مورد برابر کردن صفها که یکی از جمله واجبات نماز جماعت است که صفها با بادیوستهو برابر بود باشد و کساکه در صفح استاد هستن باید بههمدیر یوسته استاد شونومبانن فراخو جدای نباشدر این مورد ااث متدد از رسولامىههوسلم واردشها جمهثت امام ابو داد و امام نا و امام ابن بان م الله علهم از خمرسولام صاهعهوسمانبنمله ماماهمفرم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحازوا بين الأعناق اه رصوا صفوفكم سما صفها خدرا بيوستا اه قرار دهت صفهاي خضرا ببيوان اه دهت بأم ديگر اه از جمله رسو از رس بنا گرفته شده که انسان وقتی که دیوار را بالا میکند خشته ها را به فراخ نمي یعنی خوشته ها را پهلو یک دیگر شما صف خود را به همی شکل برابر کنید که در مابین شما هیچ فراخی در مابین شما نباشد و قاربو بینها و در بین صف های خود نزدیکی را نزدی صف های خود را با هم دیگر نزدیک کنید به شکل نباشد که صف بین صف اول و صف دوم فاصله زیاد بوده باشد بلکه همه قدر فاصله باشد که شما بتونید که سجده کنید بس و بالعناقی بالاعناقی و گردن های خود را به همدیگر برابر کنید شانه های خود را گردن های خود را با همدیگر برابر کنید فاصله در اون بین های شما نباشد و این هم ترغیب است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به برابر کردن صفها ها و اینکه در اون بین صف هیچ فراخی نباشد و همچنین صفها با همدیگر باید نزدیک بوده باشند و صفها فاصل زیاد در بین صفها باید نباشد و در ادامای حدیث در ابو داوود آمده ک رصل ه هلهو فمودند فوالذی نفسی بیده انی ل ارى الشیاطین تدخل فی خلل الصف کانها الحدف قسم به ذات که نفس من در دست ازوست قسم به اللهمتعال من می بینم که شیطانها در بین صفها مانند چوشه گسفند یا مانند گسفند خرد داخل می شود یعنی اگر در بین صفها فاصله بوده باشد بین شانهای شما بین پایهای شما فاصله بوده باشد شیطانها ها از طریق این فاصله داخل می شوند در بین شما و در اسنای نماز وسوسه می کنند شما را و در نتیجه نماز شما نماز شما را فاسد کنند، نماز شما را در نماز شما خلل و نقصی را وارد کنند. وأيضاً أمام مسلم وأمام أبو داود اه رحمة الله عليهما الصحابي صحابة جل القدر نعمان بن بشير اه رضي الله عنه رواية که كيشان فرمودن أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال اه روز رسول الله صلى الله عليه وسلم روي خضراء طرف مردم گشتاندن وقفتن بعد ذلك نموذج استاد شد صفها برابر شد وإقامات گفته رسول الله صلى الله عليه وسلم روح, خضرة ترفي عليه وسلم اه روح مبارك خضرة طرف اه ياران خود و گفتند أقيموا صفوفكم ثلاثا سيبار إن كلمة رو أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم سما صفهاي خضرة برابر كنهت. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قسم بالله بأ متعال يا شما صفهاي خضرة برابر مكنت يا الله متعال در بين قلبهاي شما مخالفت رو مأندازت

شانه خود را به شانه پلوفیل خود می چسبانید. و همچنین کعبین خود را قزک های پای خود را به قزک های پای پهلوفل خود می چسبانید رسول اکرم سل... یاران رسول اکرم صلی الله علیه و به خاطر تمثیل امر ایشان به خاطر بجا آوردن امر ایشان من دیدم که صف خود را به گونه برابر میکردن که هیچ خلل و فاصله ای در مابین آنها نمی بود. و شانهای خود را به شانهای هر یک شانهای خود را به شانهای فلی خود و همچنین پاهای خود را به پای فلی خود می تا که هیچ خللی در اون بینشان وارد نشود و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه از صحابه جلیل قدر بر راب نعازب رضی الله عنه روایت میکند که شان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم الصف من ناحیت الى ناحیه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفهای ما را از یک ناحیه به دیگر ناحیه رفته برابر میکردن بعد از اینکه خواه گفته میشد میگشتن در بین صفها و صفه را از یک طرف به دیگر طرف برابر میکردن یمس صدورنا و, و مناکبنا با دسته های مبارک خود شانهای های ما را و سینه های ما را مسح میکردن برابر میکردن که تا که فاصله در بین شانهای های ما یا در بین سینه های ما نباشد که یکی پیش یکی پس نباشد به کلگی برابر باشند و فرمودن که لا تختلفوا ف تختلف قلوبکم شما اختلاف نکنین در برابر کردن صفها که در نتیجه دلهای شما از دیگر جدا میشود که در مابین دلهای شما اختلاف وارد میشود وهنچنین این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این اهتمام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر کردن صفها و این وعید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه دلالت به این میکند که این امر یک امر واجب است که واجب است بر مسلمان ها که در بین صفهایشان اختلاف نباشد در بین صفهایشان فراخی نبوده باشد بشانها بشانها و شانه ها به شانه ها بشسب چسبانده و همچنین پاها را به پاها چسبانده به گونه ای ساخته شوند که اه هیچ فاصله ای در بینشان نباشد تا که شیطان نتواند که بنداخشده و در قلبهای از ان آنها وسوس انداخته قلبها آنهار از همدیگر جدا کند و همچنین احادیث دیگری آمده که باید صفها با همدیگر پیوسته بوده باشد و در مابین صفها فاصلهی نبوده باشد حدیثی که ابوداوود از صحاب جلیالقدر انس بن مالک رضاه ن روایت میکند ک رسلی اریمصلهوسفرمودند اصم الصفی المقدمم فما كان من نقص فليكن في الصف الماخر آه بايد صف اول بايد اول براشوت وبعد ازو دو صف دوم پرا کرده شود واگر نقص وارد نشود در صف اخر بوده باشد به اين معنا كه در صف اول آه جاي بوده باشد درست نيست كي صف دوم جور کرده شود در صف دوم کسی استاد شود باید صف اول اول پره کرده شود باید از او در صف دوم دو استاد شود و بعد از او صف دوم همچنان باید پره کرده شود و بعد از او صف سوم و همچنین صف ها به شکلی که هر صف باید به با اتمام و به با اکمال برسد و بعد از او صف دوم گرفته شود و اگر در صف آخر کمی وارد شد اشکالی ندارد و همچنین آه امام آه ابو داود درحديثي دعاري وامام ايه ايه تبع روند ده در معجب كبير از ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاه الرجل إلى فرجة في الصف فسدها اینجا جهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغم ما به اینکه أجر در نماز شما استاد پیش روی تان ببینید که خالیگاهی است جایی است در صفحه متقدم باید شما قدم خود را برداشته صفحه قبلی را تکمیل کنید و گفتن که هیچ قدمی سوابش بیشتر نیست از قدمی که نما انسان نمازگذار میور دارد به خاطر پر،, پر, کردن خالیگاهی که در صفحه جلوی از او در صفحه پیش روی از او هست که انسان نمازگذار در صفحه پیش روی خود خلاقای را میبیند و قدم میبردارد و او خلاگاه را پر میکند این هیچ قدمی از این قدم کرده اجر و ثوابی بیشتری ندارد و این هم ترغیب است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اینکه وقتی در صف پیشرویگی شخصی خلاگاهی را میبیند باید خلاگاه را پر کند

و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو داوود و از انس بن مالک رضی الله عنه قبلا که خدمت ما عرض کردم که فرمودن که رس صفوفکم صف رس صف یا برابر کردن صف به این معنی که هیچ فرجه و خلاگایی در بین صفها باید نبوده باشد و اگر بالفرض خلاگایی دیده شود انسانی که پیش رویش خلاگاست مکلف است که قدم بردارد و خلاگا را پر کند و هر قدمی که میوار دارد و خاطر پر کردن خلا در نتیجه الله متعال گناه از او را میبخشد و برای از او اجر و ثواب و پاداش نمیدهد و این همه ترغیب و ترغیب است از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای اینکه صفها باید برابر بوده در نماز و در بین صفها هیچ خلاگاهی نبوده باشد تا که شیطان نتاند که داخل شود و در بین قلب های مسلمان های نمازگزار وسواس کند و, و قلب های از آنها را از, 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 از دیگر جدا کند الله متعال برای ما و شما توفیق عنایت فرماید که با این احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل نموده و در نماز به شکل استاد شویم صف خود را به شکل برابر کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را به او هدایت دادند و در اینجا وقت برنامه با ما به پایان رسیده و با تا قسمت آینده دیدار آینده با شما خداحافظی می کنم والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاته <applause>